رفقا سلام، سرویس سوخت خودرو یکی از مهمترین کارهاییه که میتونه باعث بهبود عملکرد موتور خودرو بشه. توی ویدیو قرار با هم دیگه سوزن‌های انجکتور خودروی L90 موتور کافور ام و شمع‌ها و کوئل اون رو بررسی کنیم، سوزن‌ها رو شستشو بدیم، نحوه تست، بررسی و سرویس اون‌ها رو به طور کامل یاد بگیریم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش، اما قبلش لایک ویدیو یادت نره. دوستان برای سرویس سوخت و حالا بازده شمع و بوت‌ها در خودروی L90 با موتور کافوره، اولا که کوئل‌ها این قسمت قرار دارن وجود چه می‌بینید، اول باید سیم گاز رو باز کنیم، کوئل‌ها رو دونه دونه باز می‌کنیم، هر کدوم یه پیچ روی اونا قرار داره که با بوکس 10 باز میشه. این قسمت در هوش سوزن‌های انجکتور هست. دو تا موره اینجاها قرار داره که این محافظ یا همون درخوش رو باز کرده به موتور که اونا رو باید با بوکس 13 باز کنیم و اینا بیرون کشیم. بعد از بیرون کشیدن اون سوزن‌ها رو باز می‌کنیم، روی دستگاه شستشو میدیم و دوباره نصبشو می‌کنیم. حالا اینکه مخزن هیدرولیک رو در میاریم که آسیب نبینه این شیلنگ، با یک واسطه کوتاه بوکس 13 رو قرار میدیم در اون سوراخ میبنیم و کیپش میکنیم و بعد هم با دقدقه اونو شلو کنیم. هیچ بعدیش هم همین حالت. ریل سوخت و سوزن های انجکتور اینجا قرار دارد. خب و برای باز کردن اونها دو تا پیچ هست اینجا که با بوکس 10 باز میشه، آخر 10 باز میشه، اونها رو باز کن. اما قبل از اینکه در واقع سوزن ها در بیاریم، در این نایه شلنگ بنزین رو در میاریم و بعد اون دوتا پیچی که خدمت عرض کردم باز خب. بعد از اینکه دوتا پیچ باز کردیم، ریل سوخت رو به سمت بیرون میکشیم، سوکت ها رو در میاریم. ترتیب اونها رو فراموش نکنید. چیزی دیگه، خب دوستان بعد از اینکه سوزن ها رو در آوردید، دقت کنید که زمانی که تک تک سوزن ها رو میخواییم در بیاریم، بنزینی که تو ریل هستش رو جایی نریزید که دچار آسیب بشه. تک تک سوزن ها رو در میاریم زیر و معمولا یه فارچی بذارید که در واقع بنزین خطر کم تر ایجاد کنه. یه خاری داره که به سمت بیرون این خار رو باید فشار بدیم. خب سوزن ها روی ریل قرار میدیم و روی دستگاه اونا رو میبندیم که برای شستشو کاراش انجام بشه. تا این سوزن ها بخواد شستشوشون کامل بشه، تستشون کامل بشه، ما میگیم سراغ شمع و وایر باز کردن اون. کوئلا رو دونه دونه باید باز کنیم و بعد از اون شمع ها رو بیرون بکشیم. قبل از اینکه کوئلا رو باز کنیم، باید سوکت اونها رو بیرون بکشیم و بعد از بیرون کشیدن سوکت، یه خاری اینجا داره که فشار میدید و در واقع به سمت بیرون فشار شد. این میشه در آوردن سوکت. بعد از اینکه سوکت رو بیرون کشیدیم،
پیچ های روی کویل بوکس 8 میکنه. اکثرا کلا موتور کافور ام اکثر پیچ های اون بوکس 8 6 بوکس های سری ای میخورن. حالا خب بعدا بوکس 10 داشت که باز میکنیم. و کویل و همراه با پیچ بیرون میکشیم. ممکنه به سختی بیرون بیاد چون یک واشری دوره کویل هستش. باید یکم این سمتشو با پیشگوشی فشار زیاد نباید بیارید و کمک بگیرید و با دست هم همزمان که دستش میشید. این واشری که میگفتم واسه بعد بیرون اومدن کویل میشه. این خب بعد از اینکه کویل ها را باز کردیم شروع میکنیم به باز کردن شمع ها و بیرون آوردن اون. ظاهر شمع ها که خوب هستش، روی دستگاه تستر شمع میبریم و اگر اوکی بود شمع ها رو تمیز میکنیم و همین ها رو استفاده میکنیم. مجدد راجب شمع من ویدیوی تهیه کردم، لینکش این بالا میذارم، حتما اون رو ببینید و استفاده کنید چون مطالب مهم و مفیدی گفته شد. بریم روی دستگاه تستر شمع ها رو تست کنیم. بعد از اینکه شمع ها رو تمیز کردیم، منظور از تمیز کردن بین پلاتین های شمع هستش که باید سنباده یا فرچه کشیده بشه که تمیز کاری بشه. فاصله استاندارد بین دهانه شمع 9 دهم هستش و باید شما با ابزار دقیق که حالا آچار فیلرم هستش همین فاصله رو اندازه رو گیرید و تعیین کنید. خب بعد از تنظیم دهانه شمع اونا رو می‌بندیم. در خودروهایی که کویل تکی دارن و یا فاصله بالای موتور تا جایی که رضای شمع هستش زیاده، شما باید دستتون رو بگیرید که با در واقع شتاب و صورت بالای شمع به پایین نره و این دهانه برخورد نکنه و گپ و دهانه فاصله اون کم تر بشه. پس ببرید داخل دستتون رو و اونو با آرومی رها کنید. کویل ها موقع بستن پیچ باید روی اون باشه چون از بالای نگار درد سر داره با انداختن پیچ روی راه اون. و بعد از این کویل رو گذاشید بکتر روی پیچش رو هم میدید و سیم رو بستن. تا هم با آرامی فشار میدید و سر جاش قرار هست. بعد از اتمام شستشوی سوزنها و اطمینان از یک نواخت بودن پاشش اونها و چگونگی پاشش و در واقع نوع پاشش اونها، اونها رو باز میکنیم و برای تعویض اورنگی ها روی میز کار میبریم و بعد از این هم در واقع روی خود رو بستش. سوزن ها که شسته شد و ریل سوخت هم داخلش اسپنه گرفتیم و شسته شد دادم اورنگی رو انجام داد تعویض کنم و روی اون نصب شد. برای تعویض اورنگی ها من یه دونش انجام میدم که شما اونو یاد بگیرید. ببینید دو طرف این اورنگی که اونجا قرار داره فشار میدید به سمت بیرون، خب با این انگشت به سمت بالا میکشید و در. اوکی. و برای بستن مجدد اورنگی روی اون این اورنگی اون رو قرار میدید و از دو طرف به
فشار میتابستش. اوکی دوباره نشون میدم در میاد آب از دو طرف فشار میدیم به اونا میرم زبش. خب حجب سودان های انریکور هم من یک ویدیو کامل در کانال گذاشتم، لینکش رو بالا میذارم و حتما اونم ببینید. اورنگی رو تعویض میکنم و میریم برای بستن روی خود. نکته‌ای که لازم خدمت رو عرض کنم، بهترین راه بستن سوزن روی ریل سور اینه که اول شما این خار رو قرار بدید روی سوزن در این قسمت. در بهترین حالتش این هستش، شاید شما بخواید در واقع شیوه‌های دیگه هم باشه امتحان کنید، ولی طبق تجربه بعد از این که اینا گذاشت به صورت فشاری این سوزن رو داخل قرار بدید. بهترین حالتشه، چون دوتا خار دو طرف صورت فشاری داخل بدید. خب دوستان، برای بستن سوزن ها روی خودرو شما قبل از هر چیز محل نشیمنگاه سوزن ها رو با یک دستمال تمیز پاک کنید. که هم آشغال و ذراتی در اون نباشه و هم دارتون از این بابت راحت باشه که سوزن ها به راحتی جا بره. بعد از اون سوکت ها رو جا بذارید، چون وقتی بستش میکنید اون موقع سخت هستش. به ترتیب جا بزنید و از جا رفتن دقیق اونا مطمئن شد. ببینید زنهای وسط حواستون باشه که یک مقداری سیم اونها کوتاه هستش و در جا زدن اونها دقت کنید. و این هم آخرین سوکت. خب بعد از اون میاییم و سوزنها رو در جای خودشون قرار میدیم. خب نگاه کنید این جای سوزن ها که ما اونا رو در جای خودشون قرار میدیم به آرامی، دیدی که این سوراخ که پیچ نگهدارنده ریل دوش قرار میگیره روبروی ریلی اون قرار میشه. خب بعد از اینکه جا گذاشتیم شروع کنیم بستن پیچ های اون با دست اول. خب بعد هم این پیچ ها رو صفر میکنیم. جای بوکس نه. در پایان هم ریل سوخت رو وصل کنیم به شیلنگ ورودی بنزین. بعد از اینکه این کار کردیم باید خب قاعدتا در پوش سوزن ها بسته بشه. خب اما قبل از که نبندیم سویچ رو باز میکنیم بنزین وارد ریل بشه، شروع میکنیم سویچ باز و بسته، بعد هم روشن میکنیم. یخ نشتی چیزی وجود نداشته باشه، چون وقتی ریل بسته میشه دیگه ما دیدی نداریم نسبت به این قضیه. خب همونطور که میبینید خودرو روشن کردم و بررسی میکنم ببینم سوزن ها نشتی نداشته باشن
و خیالمون از این بابت راحت میشه. همچنین محل بسته شدن کلنگ ریل سوخت هم نباید نشی داشته باشه و حالا بعد از اینکه مطمئن شدیم درفوش رو میبندیم. برای بستن درفوش همون جوری که بوده سیم ها رو سر جاشون قرار میدیم، این سمت بالا باشه فعلا تا درفوش بسته بشه. بعد از اون موقع بستن درفوش به سیمی چیزی لابلای اون گیر نکنه که دوچار قطعی بشه این سیم. مهره های اونا میبندیم، مهره رو روی بوکس قرار میدیم با دست. اول چند تا رزون ها میبندیم، بعد یه همینطور دوستان حالا که سرویس سیستم سوخت خودرو ال90 رو با هم دیگه دیدیم، الان دیگه یاد گرفتید چجوری این کار انجام بدید و حتی خرابی‌های احتمالی رو شناسایی کنید. پس این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و تجربیاتتون رو در این زمینه در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. موفق و مؤید و پیروز باشید.